خدمت همه بچه های پایه هشتم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پوریا بهری هستم، مدرس درس ریاضیتون. انشاءالله قراره که یک سال تحصیلی در حقیقت کتاب ریاضی هشتم رو با هم داشته باشیم و بهتون یاد بدیم. بچه هایی که وصل هستن میتونن که یه سلامی حاضری چیزی برای من اینجا بزنن. بچه هایی که برای اولین بار اگه دارن ما رو نگاه میکنن، توی قسمت همین پنلی که الان هستین یه قسمتی هست به عنوان چت کلاسی، هر از گاهی مثلا اونجا برای من چیزی تایپ بکنید منم نگاه میکنم تا بتونیم به این شکل با هم دیگه چی باشیم، بچه ها در ارتباط باشیم. بچه هایی که وز حسن یه سلامی حاضری چیزی برای من بزنن تا ایشالله بحث رو با هم دیگه شروع بکنیم. سلام سلام، سلام به بچه های عزیز. خیلی خب بچه ها، بریم بحثمون رو با هم دیگه شروع بکنیم. سلام به روی ما همتون. ببینید بچه ها، ریاضی پایه هشتم تقریبا میشه گفت جزو کتابای ریاضی پرفصله و پرمبحث هستش. قبل از اینکه حالا ما درس رو شروع بکنیم، یعنی بخوام براتون بگم که قراره چی کار بکنیم، ببینید که توی در حقیقت تابستون من میدونم که برای بچه ها شاید یه مقداری سخت باشه که بیان سر کلاس ها بشینن و بگن که حالا ما میذاریم آفلاینش رو چیکار میکنیم، بچه ها بعدن میبینیم. ما هم اگه از تابستون در حقیقت درس دادن رو براتون شروع کردیم، به خاطر این هستش که تا چشم به هم بزنید میبینید مدرسه‌تون شروع میشه، امتحانات کلاسی شروع میشه، میان ترم شروع میشه و امتحان پایان ترم شروع میشه. همینجوری که چشم به هم بزنی اینا میاد و اگه در حقیقت اینا رو به موقع نخونی، یه ذره نخونی، اینا انباشته میشه، دوباره میری امتحانات کلاسی تو در حقیقت خراب میکنی، دوباره معلمت والدینتو میکشه میاره مدرسه میگه که اینجوریه وضعیت بچه‌تون و اینا، دوباره هم دردسر پدر مادرها میشه هم دردسر خودتون میشه. دلیل اینکه حالا کلاسمون از تابستون شروع شده به خاطر اینکه نم نم آروم آروم با هم دیگه شروع بکنیم، مطالب رو جلو ببریم و شما همیشه در حقیقت جلوتر باشید از مدرسه‌تون که درسو که اینجا شما یاد میگیرید، اونجا هم که در حقیقت معلم میگه اگه چیزی رو اونجا نفهمیدی اینو ما بهت گفتیم، در حقیقت اینو شما چیه بچه‌ها بلد هستید. پس زیاد در حقیقت غر نزنید، نگران این نباشید که حالا چرا کلاس از تابستون شروع شده، چرا مثلا از مهر شروع نشده. از مهر هم میشد شروع بشه، اما خب از تابستون شروع شده، خب شما رو چیکار میکنه بچه‌ها؟ جلوتر میندازه. این در حقیقت بیشتر به خاطر خود شما هستش. بچه‌هایی که شاگرد کلاس من بودن که با روال کار من آشنایی دارن، در حقیقت پایه هفتم اگه جزء شاگردای من بودین با روال کار آشنایی دارید، توی کلاسمون 0 تا 100 مطالب گفته میشه و به طریقی هم گفته میشه که همه متوجه بشن. تنها دلیلی که میتونه مثلا باعث بشه که شما درس رو متوجه نشی اینه که مثلا ثبت نام بکنی اما کلاس ها رو نباشی، کلاس ها رو نبینی. اگه سر کلاس ها بیای درس رو میفهمی، متوجه میشی. اینجوری نیست که مثلا ما درس رو بگیم شما متوجه نشید. خب این از بچه‌هایی که میگم با روال کار ما آشنایی دارن. حالا بچه‌هایی هم که با روال کار ما آشنایی ندارن به این صورت هستش که من فصل به فصل بچه‌ها براتون جزوه آماده کردم، بانک سوال آماده کردم، اینا در اختیار شما بچه‌ها قرار میگیره و موضوعی که مطرح هستش اینه که جزوه‌هایی که بهتون میدم هم جزوه جداگونه بهتون میدم که بخواید جزوه رو جدا پرینت بگیرید، خب هم به همراه بانک سوالا بهتون میدم که اگه دوست داشتین حالا بانک سوالش هم پرینت میگیرید، اگه دوست نداشتین همون فایلی که در حقیقت فایل پی دی افش هستش توی در حقیقت حالا لپتاپتون، موبایلتون، تبلتتون میتونید چیکار بکنید استفاده بکنید، اونجا میتونید نمونه سوالا رو داشته باشید و اونجا نمونه سوالا رو چیکار بکنید حل بکنید. پاسخنامه هم داره، میتونید از پاسخنامه‌ش هم استفاده کنید، منتها اگه نمیخواید نسخه کاغذیش بکنی که حالا چون حالا کاغذ گرونه، هزینه چاپ زیاد شده، دیگه حالا بانک سوال و مثلا پرینتش رو نگیرید، باز اونم به در حقیقت میل
خودتون هست، اما اون جزوه ای رو که من بهتون میدم و سر کلاس تدریس میکنیم، اون جزوه رو شما باید پرینت شده داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا حالا الان کلاس رو ما داریم ضبط میکنیم، این ویدیوها میره روی سایت قرار میگیره، شما زمانی که وقت داری میشینی این ویدیوها رو نگاه میکنی، اما وقتی که دم امتحاناتت هست دیگه وقت اینو نداری که بشینی این همه ویدیو رو نگاه بکنی. اگر هم در حقیقت جزوه نداشته باشی، اونو مثلا چاپ نکرده باشی، تو دستت نباشه، خودت میمونی و خودت هیچی دیگه، همون چیزی که در حقیقت سر کلاس یاد گرفتی، چیزی نداری که از روش درستو چیکار بکنی بخونی. پس در حقیقت جزوه ها مرتب به همراه بانک سوالا در اختیار شما قرار میگیره. من در مورد جزوه کامل صحبت میکنم و تا جایی که در حقیقت زمان به من اجازه بده سوالات رو براتون چیکار میکنم حل میکنم، از بانک سوالا سوال حل میکنیم. و توی کلاسی هم که یه در حقیقت کلاس شب امتحانی ما داریم، هم برای ترم اول هم برای ترم دوم، در حقیقت یه جمع‌بندی از مطالب هستش که ما اونجا توی کلاس شب امتحان هم براتون این رو انجام میدیم به عنوان در حقیقت چی بچه ها؟ جمع‌بندی. ریاضی پایه هشتمتون بچه ها 9 تا فصل داره، پر مطلب هستش تقریبا. اگه اینو بخوایم فقط بسپریم به خود دانش آموز که خود دانش آموز بخونه، واقعا سردرگم میشه. شاید اون اوایل در حقیقت یه جاهایی رو پیش بره، ولی اون اوایلش مهم نیست، اینی که تو اول شروع بکنی، این مسیره رو طی بکنی و به اون آخر برسی. خب این در حقیقت روال کار ما به این شکله که استارتمون رو میزنیم، مسیره رو میریم و در حقیقت کار رو به پایان میرسونیم. این کاریه که حالا خود دانش آموز شاید نتونه، در حقیقت هر دانش آموز این کار رو چیکار بکنه بچه ها؟ انجام بده. کیفیت در حقیقت برگزاری تمام فصلهای کتاب مثل همدیگه است، یعنی این 9 تا فصلی که شما در حقیقت دارید و من قراره بهتون تدریس بکنم بچه ها، کیفیتش عین همه. مثلا اینجوری نیست بگیم فصل اول آسونه، فصل دوم سخته، مثلا فصل سوم آسونه، فصل چهار سخته. کیفیت در حقیقت همه مطالبی که در حقیقت در اختیار شما قرار میگیره مثل همدیگه است، یعنی فصل اولتون با فصل نهمتون هیچ فرقی نداره. یا اینجوری نیست که مثلا بگیم که مثلا فلان دبیر روی مثلا فصل اول بیشتر مسلط تره، روی فصل پنجم کمتر مثلا مسلط تره. نه، همه اینا حالا توی در حقیقت سال تحصیلی که با هم دیگه پیش رو داریم متوجه این میشی که همه مطالب یکسانه. چیز در حقیقت سخت و آسون نداریم ما که بگیم در حقیقت فرقی میکنه، همه مطالب در حقیقت مثل هم دیگه است، یک پارچه بهتون در حقیقت درس داده میشه و نگران این نباشید. خیلی خیلی خب بچه ها بذارید اینجا من ببینم. سلام 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 بچه ها. کیمیا گفته که استاد سال هفتم خیلی خوب درس دادین، ممنونم ازتون. خواهش میکنم کیمیا خانم، خوبی از خودتونه، زحمتای خودتونم بوده، ما در حقیقت راهنمای این مسیر براتون بودیم. انشالله که توی در حقیقت ریاضی پایه هشتم هم بتونیم در حقیقت رضایت بچه ها رو چکار بکنیم، بچه ها جلب بکنیم. خیلی خوب بچه ها دقت بکنید اینجا رو، راجب حالا توضیحاتی که در حقیقت براتون دادم در مورد حالا کارایی که می‌خواستیم انجام بدیم هستش. حالا یه چرخی هم در حقیقت توی جزوه با هم دیگه بزنیم ببینیم که داستان از چه قرار هستش. خب دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها، این جزوه‌ای هستش که بهتون گفتم این جزوه در اختیار شما قرار می‌گیره. مثلا این جزوه الان جزوه فصل چندم شما هست بچه‌ها؟ جزوه فصل اول شما هست. اگر نگاه بکنی نوشتم یادآوری ریاضی هفتم، توی یکی دو صفحه یه سری چیزا رو که در حقیقت توی پایه هشتم بهش نیاز داری که حالا ممکنه از پایه هفتم یادت رفته باشه، از پایه هفتم یادت رفته باشه، من یه یادآوری اینجا کردم برای بچه ها توی یکی دو صفحه که در حقیقت حالا بعدن وقتی که جلوتر میریم نگین که ما فلان مطلب رو توی پایه هفتم یادمون نیست. یعنی بعدن با هم دیگه به مشکل نخوریم که بگیم مثلا معلم ما فلانجا فلان چیزو به ما خوب درس نداده، ما یاد نگرفتیم. اشکال نداره، من اینجا برات توی یکی دو صفحه اون چیزایی که در حقیقت مال پایه هفتم بوده توی پایه هشتم هم در حقیقت ممکنه به دردت بخوره، اینجا من براتون چیکار کردم بچه‌ها؟ آوردم. خب
همیشه اول سال و اول کلاس ها بچه ها همیشه اول سال و اول کلاس ها بچه ها مثلا علاقمند به اینن که سوال میپرسن که استاد مثلا کدوم کتاب رو بخریم، چه پیکی رو برای امتحان تهیه کنیم که مثلا به دردمون بخوره. اینا سوالاتیه که بچه ها میپرسن. اول از اینکه توی این بانک سوالاتی که من بهتون میدم اگه واقعا اینا رو همه رو کار بکنی روش مسلط باشی دیگه تو امتحانت مشکلی نداره، یعنی خود من بانک سوال در اختیار شما قرار میدم. حالا اگه شما دوست داری حالا کتاب بخری، اصلا کتاب خریدن یکی از در حقیقت لذت هایی که برای درس خوندن وجود داره که آدم دوست داره بره بگرده مثلا بگه مثلا فلان کتابو از کتاب فروشی بخره و داشته باشه استفاده بکنه ازش، خودش لذت بخشه. حداقل برای من که لذت بخش بوده در حقیقت تهیه کردن کتاب و استفاده کردن از کتاب. حالا من اینجا بهتون در حقیقت میام دو مدل کتاب معرفی میکنم. دقت بکنید اینجا رو بچه ها. یک، نوع اول بچه ها، نوع اول برای چیه بچه ها؟ برای آزمون جامع زدن، برای آزمون جامع زدن. خب یکی بچه ها پیک اسفندیاره، یکی پیک اسفندیاره که توش آزمونای جامع داره، یکی مثلا پیک بنی هاشمیه، پیک انتشارات بنی هاشمی. اینا آزمونای جامع شبیه سازی شده داره برای امتحانات. خب مثلا سه دوره داره برای دیما، سه دوره داره برای دیما، مثلا هفت دوره داره برای خرداد. سه دوره داره برای چی بچه ها؟ سه دوره داره برای دیما و هفت دوره مثلا داره برای چی؟ برای خرداد ما. این برای زمانیه که شما نزدیک در حقیقت امتحانی، مثلا 3-4 روز مونده امتحان دی ماهت شروع بشه. با چیزایی که من بهت یاد دادم دیگه الان شما آماده ای در حقیقت میخوای آزمون بزنی، فکر کنی امتحانته، میری سراغ مثلا این 3 آزمون شبیه سازی که برای امتحان دی ماه هسته، شروع میکنی اینا رو به حل کردن. مثلا میتونی آزمون اول رو حل بکنی، از پاسخنامش هم کمک بگیری. خب اونجایی که گیر میکنی از پاسخنامش هم کمک بگیری. خب اما مثلا توی آزمون دوم و سوم دیگه مثلا اونا رو که میزنی از پاسخنامش کمک نمیگیری. خب همه رو حل میکنی تا پایین میای، بعد میری چیکار میکنی؟ پاسخنامه رو نگاه میکنی، مشکلاتتو در میاری، یادداشت میکنی که دیگه اون مشکلاتو نداشته باشی. آزمون دومو که زدی میری سراغ آزمون سوم و توی آزمون سوم اون ایراداتی که توی آزمونای اول و دوم داشتی دیگه تو آزمون سوم نداری. ببین توی کلاس باشی و درس رو یاد بگیری قاعدتا نباید مشکلی داشته باشی برای آزمون زدن ها. یعنی شما به پاسخنامه مراجعه میکنی میگی این همون نکته‌ایه که سر کلاس به ما گفت، اما شما چون که هنوز تسلط روی آزمون زدن ندارین، تسلط روی آزمون زدن ندارید، ممکنه یه جایی چیزایی یادتون بره. این آزمونایی که میزنی در حقیقت تسلط شما رو میبره توی آزمون بالا. زمانی هم که من خودم هم درس میخوندم همینطوره. باید چیکار بکنی؟ درس رو بخونی، بعد بری سراغ آزمون زدن، شبیه سازی امتحان رو بکنی، خب که تسلطت بره بالا. تو همه مطالب رو بلدی، اما برای اینکه تسلطت بره بالا باید چیکار بکنی؟ آزمون و سوالای مختلفی رو حل بکنی. یه جمله ای هست که من همیشه میگم بچه‌ها، توی ریاضی هیچ چیزی جایگزین در حقیقت حل کردن سوالات خوب نمیشه. یعنی حل کردن خود سوالات خوب بهترین در حقیقت روش برای یادگیری هستش. پس نوع اول آزمون جامع هستش که پیک اسفندیار در حقیقت حالا مثلا 3 دوره میگیم دی ماه باشه، 7 دوره خرداد ما، یا پیک بنی هاشمی. این دوتا شبیه هم هن، اصلا میتونی دوتاش هم بگیری. دوتا جزوه کوچیک، اصلا اسمش پیکه دیگه، دوتا جزوه کوچیک کم حجمه، خب و ارزون قیمت هست، هم خوندنش راحته هم در حقیقت هزینش. من فهم کنم دوتاش رو هم مثلا شاید مثلا حالا 40 تومن مثلا در بیاد، یکیشو اگه بگیری حالا 20,000 تومن شاید مثلا حدودا قیمتش باشه. این از این. اینم بهتون بگم بچه ها، اینایی که آزمون جامع داره، میگم آزمون جامع داره، تو هر آزمون سوالات فصل رو طبقه بندی کرده. یعنی شما میتونی به صورت طبقه بندی شده هم اینا رو بخونی. مثلا اومده توی آزمون اول گفته این 4 تا سوال اول مال فصل اوله، 4 تا سوال دوم مال فصل دومه. شما مثلا اگه
دو تا فصل رو خوندی میتونی بری مثلا یه سری به اون سوال امتحانی ها بزنی ببینی سوال امتحانی ها چه شکلیه، اما شروع نکنی پر کردن توشو، توی کاغذ سفید برای خود بنویسی حل کنی تیپ سوالات امتحانی دستت بیاد. پس از این میتونیم دو مدل استفاده بکنیم، یه مدل آزمون جامعه زدنه که بهتون گفتم چه جوریه، یه مدل هم اینه که سوالات به صورت طبقه بندی شده است، مثلا میگه کنارش میزنه 4 تا سوال اول مال مثلا فصل اوله، 4 تا سوال دوم مال فصل دوم هستش، به صورت فصل به فصل هم میتونی سوالاشو چیکار بکنی نگاه بکنی، اون چیزی که در حقیقت به صورت آزمون جامعه هستش. که حالا من در حقیقت حالا پیک اسفندیار رو دیدم، پیک بنی هاشمی رو ندیدم ریاضی هشتمشو، اما در حقیقت اینم پیک خوبی هستش و شبیه سازی این آزمون ها رو داره. یه چیز دیگه هم من کنار اینا اگه بهتون بخوام چیکار بکنم بچه ها معرفی بکنم، بچه ها سطحش از این دوتا یه مقداری بالاتره. ببین این دوتا سطح سوالات به شکلی هست که معلم شما به صورت یک آزمون معتبری که به بچه ها بده و همه بچه ها بتونن بچه ها چیکار بکنن جواب بدن، در سطح این دوتا هستش، یعنی سطح سوالات امتحان باید به این صورت باشه. حالا بعضی وقتا معلم ها یه سوالایی میدن که عمدن بچه ها مثلا نتونن حل بکنن، اما سبک استاندارد سوال و آزمون باید در حد اینا باشه. یه دونه هم هستش بچه ها پیک گلبرگ مال نشر گلواژه است بچه ها، مال انتشارات گلواژه است. این هم باز یه پیک کوچولوه. از این دوتا یه ذره سوالاش جوندارتره، نه اینکه خارج کتاب باشه ها، از این دوتا یه مقدار سوالاش چیه بچه ها جوندارتر هستش و فصل به فصل در حقیقت سوالا رو چیکار کرده، براتون طبقه بندی کرده. این دوتا توی آزمونای جامعه، اما این براتون فصل به فصل سوالا رو طبقه بندی کرده. ته پیک آزمون جامعه هم براتون، یکی دوتا آزمون جامعه هم براتون گذاشته. خب نوع دوم هم هستش که کتاب کار هست بچه ها. کتاب چیه بچه ها؟ کتاب کار هستش. خب مال نشر جویامجد بچه ها، نشر جویامجد. خب به نظر من معلمای مدرسه‌تون از این کتاب تمرینای زیادی رو برای امتحان برمی‌دارن. نشر جویامجد یه کتاب تمرین پاسخنامه هم نداره، اما معلم ها معمولاً سوالاتی که توی امتحان ها مطرح میکنن از این کتاب استفاده میکنن و خارج از اینم من فکر نمیکنم در حقیقت سوالی بتونن براتون چیکار بکنن مطرح بکنن. پس اگه حال و حوصله شو داشتی میخواستی کتابی مثلا کتاب کاری تمرین بکنی، میتونی از این چیکار بکنی بچه ها استفاده بکنید. اینم در حقیقت الان قیمت جدیدشو نمیدونم کتاب کار چقدره، مثلا شما حالا یه چیزی رو پروپای 50-60 تومن حساب بکنید. خب این از این. اما هیچ اصراری برای تهیه هیچ کدوم از اینا نیست. اگه نظر منو میخوای خب مثلا همین یه دونه پیک اسفندیار رو بگیر، یه چیزی حدود مثلا 20,000 تومن هم پولشه. خب که آزمون جامعه داره، گفتم طبقه بندی هم داره سوالا رو، هم کم حجم هم در حقیقت خوندنش راحته. خب یه زمان هست مثلا مخاطب کلاس من یه دانش آموز شهرستانه، کتاب تهیه کردن براش کار آسونی نیست، به همین دلیل ما خودمون بانک جامعه برای در حقیقت سوالات در اختیارتون میذاریم. پس این در حقیقت حالا صحبتی که در مورد این خواستم باهاتون بکنم، که میگم اصلا نیازی نیست، اصراری هم نیست، ما خودمون به طور کامل همه چی رو بررسی میکنیم. اما این مثلا یه دونه از اینا یا فرق نمیکنه، مثلا یه دونه از این اگه شما تهیه بکنید که توش آزمون جامعه داشته باشه، حداقل شبیه سازی در حقیقت شب امتحانو در حقیقت داشته باشید. بیا اینجا بریم سراغ جزوه‌مون، یه چرخی بزنیم توی جزوه ببینیم به چه صورتی هستش. جلسه بچه‌ها جلسه صفر دیگه، جلسه صفره که یه جورایی ما یه سری چیزا رو بهتون بگیم، نقشه راه، مسیر راه که قراره چیکار بکنیم، مخصوصا واسه بچه‌هایی که در حقیقت جدید به ما اضافه شدن.
میخوایم ببینیم که چجوریه. جلسه یکمون در حقیقت از جلسه بعدی جلسه رسمی کلاسمون که دیگه مطالب در حقیقت اصلی و درس اصلی رو اونجا بهتون میگم. الان میخوایم فقط یه گشتی بزنیم تو جزوه ببینیم که در حقیقت چیکار میخوایم بکنیم. آدرس اینستاگرام، پیج اینستاگرام من این هستش. بعضی حالا از اطلاع رسانی ها و یه سری از اعلامیه ها و بنر هایی که در حقیقت مربوط به آموزشگاه هست اینجا من براتون چیکار میکنم اعلام میکنم و بریم سراغ جزوه‌مون ببینیم که میخوایم چیکار کنیم. دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها، یادآوری ریاضی هفتم. اگه نگاه بکنید توی ریاضی هفتم مثلا ما قانون پرانتز میانه داشتیم، اینجا حالا در حقیقت احتیاجمون میشه باید بدونیم پرانتز میانه چیه. بعضی از بچه‌ها تو روش جمع و تفریق اعداد صحیح مشکل دارن، مثلا زمانی که اعداد هم علامت بودن ما می‌خواستیم اینا رو مثلا با هم دیگه چیکار بکنیم جمع بکنیم، یا اگه مثلا علامت‌ها مختلف بود می‌خواستیم حساب کتاب بکنیم به چه شکلی است. اینجا ما توی در حقیقت ریاضی هشتم با همین علامت ها و این چیزا سر و کار داریم که بعضا بچه ها میگن خب ما بلد نیستیم، یاد نگرفتیم، معلممون تو هفتم به ما یاد نداده، حالا معلممون خوب نبوده و از این حرفا. در مورد اینا با هم صحبت میکنیم. عددا علامت یکسان داشته باشن، عددا علامت های متفاوت داشته باشن. مثال هایی که در حقیقت اینجا براتون از اینا آوردیم دقت بکنید، صفحه اول و اینم صفحه دوم هستش که در مورد اینا با هم دیگه چیکار میکنیم صحبت میکنیم. اولین چیز مهمی که حالا در حقیقت کتاب درسیتون توی پایه هشتم رسما ازش مثلا صحبت کرده و دیگه ما باید در حقیقت بلد باشیم و توی امتحانا میاد، مثلا قانون اولویت هاست. قانون اولویت ها توی ریاضی مثلا پایه ششم هم آخرای کتاب هستش، اما معمولا بچه ها خیلی پررنگ بهش نگاه نمی کنن که مثلا بگیم الان قانون اولویت ها رو همه بلدن که الان اینجا نشستن. خب تو کتاب پایه هشتمتون هم اومده در مورد این صحبت کرده. ما در مورد قانون اولویت ها صحبت میکنیم، مثال هایی که در حقیقت در مورد قانون اولویت ها هستش اینجا براتون آوردم چند مورد که بدونید به چه شکلی هستش روال هر کردن این مدل سوالات. بعد میایم میرسیم که چیزهای مختلفی که حالا توی کتاب درسیتون اومده، یکیش هم این هستش که روش زیبای جفت عدد و روش‌های فرمولی مرتبط با آن. این تیتری که اینجا برات گذاشتم نوشتم روش زیبای جفت عدد و روش فرمولی مرتبط با آن، اسمشو من گذاشتم، یعنی اسمش توی کتاب درسی به عنوان روش جفت عدد نیست، اینو حالا اسمشو من گذاشتم. حالا سوالاتی رو که در حقیقت مطرح میشه متوجه میشید که چرا اسم این مثلا روش جفت عدد هست و روش‌های فرمولی مرتبط با آن. این روش جفت عددی که بهت میگم روش در حقیقت تشریحی هستش که باید برای معلمت بنویسی، معلمت دوست داره اونو ببینه. خب اما روش‌های فرمولی هم چند تا فرمول هم من براتون آوردم که اینا رو هم تو جیبت داشته باش، خیلی به دردت میخوره. یه زمانی هستش که شما مثلا با روش تشریحی نمیتونی به جواب برسی یا شک داری که جواب درسته، با این روش‌های فرمولی سری میای اینا رو چک میکنی و میبینی که مثلا جوابت درسته و در حقیقت یه صحیح میذاره روی اون جوابی که شما به دست آوردی. گذشته از این روش‌های فرمولی از الان تا جایی که شما برای کنکور یعنی سال 12 هم میخونید، این فرمول‌هایی که بهتون میگم و حالا به سبکی که حالا الان خودم بهتون میگم به دردتون خواهد خورد و خیلی در حقیقت خوشمزه و به درد بخور هستش اینا. خب بیاین پایین دقت بکنید اینجا رو. این روش جفت عدد هستش که گفتم برای معلمت باید بنویسی، روش اول، روشی که توی امتحان میخوای نمره بگیری. خب دقت بکن، روش دوم، این روش در حقیقت روش دوم روش فرمولی یک هست در حقیقت که اینجا رابطه هاش هستش که اینجا من براتون نوشتم. حالا راجع به این رابطه ها هم بهتون توضیح میدم که اینا چی هستش. زمانی که شما میخوای تست بزنی که حالا من توی بانک سوالاتم براتون آوردم، شما میخوای تست بزنی، این فرمولا میشه اسای دستت، خیلی بهت چیکار میکنه بچه‌ها، کمک میکنه. سه تا رابطه مهم هستش و به قیافه های اینا نگاه نکن، مثلا این انقدر، این انقدر و این مثلا انقدر. خیلی ساده است توی حل کردن در حقیقت سوالات متوجه میشیم که چقدر اینا به ما کمک میکنه و اصلا شبیه قیافه هایی که داره نیستش توی حل سوالات. این میشه روش فرمولی یکمون که مثلا همون سوالی که بالا داریم خب با روش فرمولی حل کردیم. مثلا الان شما اگه اینجا رو نگاه بکنید، حالا اینا رو حل میکنیم، یه چرخ که تو جزوه زدیم میام براتون از اینا حل میکنم ببینید به چه صورتیه. مثلا نگاه کن، حاصل
جمع 1 2 3 4 سه تا نقطه گذاشته. سه تا نقطه یعنی 5 6 7 8 9 10 11 12 نمیدونم 13 14 15 تا مثلا 100 بری، بعد برسی به 199 تا برسی به 200، اینا رو میگه همه رو با هم جمع بزنی حاصل چیه. خب اگه از 1 تا 200 رو بخوای به صورت معمولی جمع بزنی با هم دیگه، نمیشه که، پیر میشی وقت نمیکنی اصلا که بخوای اینا رو بشینی جمع بزنی، تازه احتمال خطاش هم خیلی بالاست. خب ما میایم با روش جفت عدد اینو بهتون حالا میگم، همین امروز میگم که چجوری این کارو انجام میدیم و بسیار هم در حقیقت توی امتحانات اومده و مورد نظر طراحای آزمون هستش. خب اینجا رو اگه نگاه بکنیم 20100 شده به روش اول، اینو ما جمع زدیم، حالا با هم دیگه میبینیم. روش دوم یا روش همین فرمولی که ما اینجا داریم اگه نگاه بکنی، حاصل جمعی که ما اینجا زدیم عدد چند در اومده بچه‌ها؟ عدد 20100 در اومده، یعنی اینکه جوابو در نهایت شما به صورت یکسان میبینی دیگه، داریم سوالو حل میکنیم، تهش باید جواب به صورت چی باشه؟ یکسان باشه. خب الان اگه اینجا رو نگاه بکنی، یه روش سوم، روش فرمولیه، باز روش فرمولیه در حقیقت دوم هستش که اگه نگاه بکنی توی دونه نیم خط ما اونو جمع زدیم و اینم باز جواب چند در اومده بچه‌ها؟ جوابش 20100 در اومده. خب تیپ های مختلف از اینا که به صورت جفت عدد با هم دیگه صحبت میکنیم، مثلا یه تیپش به این صورت هستش که بسیار توی امتحانا اومده، جلسه زیروه ها بچه‌ها، جلسه یک نیست، ببین جلسه زیروه، جلسه آشنایی داریم ما هم صحبت میکنیم. قسمت پر رو نگاه کنید، این تیپ سوال خیلی تیپ سوال مهمیه و من هر سال تاکید میکنم که خیلی سوال مهمیه و بچه‌ها میرن توی امتحانشون میبینن اینو به احتمال 90% و میگن استاد چه سوال سختی ما نتونستیم حل بکنیم. شما حواست باشه به این تیپ سوال، دقت بکن، اینجا رو نگاه بکن، حالا بهش رسیدیم، بهتون میگم که داستانش از چه قراره. مثلا میگه حاصل ضرب اینا به چه صورتی هستش، 7-1 ضرب در 7-2 ضرب در 7-3، همین جوری ادامه دار. حالا بهت میگم قلقشو که به چه صورتی هستش. نگاه بکن مورد ت رو نگاه بکن، توی بالایی بچه‌ها، توی بالایی اگه اینجا رو نگاه بکنید، توی اینجا بالایی ما وقتی که این سوالو گذاشتیم، میخواستیم یه سری عددهای این شکلی رو با هم دیگه جمع بزنیم، یه عالم عددو میخوایم با هم جمع بزنیم، اگه نگاه بکنید اینجا عددهای طبیعی با هم جمع شدن، یعنی همون شمارشی که شما بلدی، 1 2 3 4 5 6 همینجوری بری تا چی؟ بری تا 200. خب عددهای طبیعی، فاصله بینشون نیست، از 1 اومدی به 2، از 2 اومدی به 3، از 3 اومدی به 4، همین شمارش معمولیه. خب اما اگه پایین رو شما نگاه بکنید، نگاه بکن معلمت میتونه این کارو بکنه، یا بهت مجموع مثلا اعداد طبیعی رو اون بالا بده، خب یا بیاد مثلا بگه که نه من میخوام چیکار بکنی، شما اعداد فرد رو برام جمع بزنی، 1 3 5 7 مثلا 9 11 13 نمیدونم 15 17 19، اینا جمع بشه تا عدد 51. حاصل این چی میشه؟ حالا حاصل این چه جوری میشه؟ دوباره بهت میگم، روش جفت عدده که روش تشریحیشه، باید برای معلمت بنویسی. نگاه بکنید اینجا روش تشریحی هستش که اینجا براتون نوشتم، ببین توضیحاش هم اینجا براتون نوشتم. خب روش تشریحیش هستش که برای معلمت باید بنویسی و جوابش چیه؟ جوابش میشه 676 به روش نمره بیارش، به روش مدرسه ایش. خب روش دومش، روش فرمولایی که گفتم خیلی به دردت میخوره، همه امسال همسالای بعد، روش فرمولیه در حقیقت چیه بچه ها؟ روش فرمولیه یک هستش، جواب نهایی رو اگه نگاه بکنی چند در اومده بچه ها؟ 676 در اومده. این از روش دومش. و توی روش سومش هم که باز یه روش فرمولی هستش و فرمول‌های به درد بخور، بچه‌ها من چیز الکی و اضافه بهتون نمیگم، این چیزایی که دارم بهت میگم فرمول‌های چیه؟ به درد بخوره. حالا وقتی که در حقیقت رفتی سر کلاس یا با سوالات در حقیقت مواجه شدین، میبینید که این چیزایی که بهتون گفتم چقدر قدرتمنده و چقدر در حقیقت به کارتون میاد. خب الان اگه نگاه بکنی توی روش سوم، نگاه بکن، جواب نهایی میشه 676، درسته؟ پس ما در حقیقت فقط به اون چیزی که تو کتاب درسی هست بسنده نمی کنیم، قلقایی هم یادتون میدیم که از ریاضی در حقیقت چیه بچه ها؟ لذت ببرید. خب روش سوم اینجا هم من میتونم براتون توی این تذکر یه روش چهارم اضافه کنم که اگه یه وقت این فرمول رو دیدی نگی استاد شما چرا اینو گفتی، این چیه؟ پس اینم میتونیم به عنوان روش چهارم چیکار بکنیم، براتون اضافه بکنیم بچه ها. بذارید من ذره آب بخورم الان میام. خب دقت بکنید اینجا رو بچه‌ها،
حالا میگه استاد جمع اعداد طبیعی رو به ما گفتی، جمع اعداد فرع هم گفتی، جمع اعداد زوج تکلیفش چی میشه اینا؟ اگه اعداد زوج رو بخوایم ما هم دیگه ما جمع بزنیم، میگه اگه اینو بخوای جمع بزنی 2 4 6 8 مثلا 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 بیای تا 96 98 100 اینا رو بخوای جمع بزنی با هم، به چه صورتی میتونی چیکار بکنی جمع بزنی؟ روش اول به صورت استدلالی، به صورت امتحانی، به این صورته که اینجا برات آوردم، حالا در موردش صحبت میکنیم. 2500 چند میشه بچه ها؟ 50 میشه. خب روش فرمولیشه، حالا نگاه بکن روش فرمولیش چند در اومده بچه ها؟ 2550. روش فرمولی یک هستش، همون فرمولی که میگفتم خیلی قابل استفاده است و اینکه شبیه قیافه ترسناکی که داره نیست. روش سوم یا روش فرمولی دو اگه نگاه بکنید، جواب اینم برابر چند در اومده بچه ها؟ 2550 در اومده، این روش سوم. و اگر هم بخوایم یه چیز دیگه اینجا اضافه بکنیم به عنوان روش چهارم، تحت عنوان این تذکر که اگه اینو به این صورت هم دیدی، اگه اینو به این صورت هم دیدی فرمولش، حالا تو جایی کتابی معلمی نگی که خب چرا به ما اینو نگفتی، اینم برات میگم که ببینی که به چه صورتی هستش. بیاین پایین، معرفی چند تا مجموعه که احتمالاً از پایه ششم با اینا آشنایی دارید. حالا چون تو کتاب درسیتون اومده، ما هم موظف هستیم در مورد اینا صحبت کنیم. اعداد طبیعی حسابی، اعداد صحیح، اعداد گویا هستش که اینا رو در حقیقت توضیحاشو براتون میدم. یه سری سوال با هم دیگه حل میکنیم، یه سری نکات در مورد اینا میبینیم. یه سری سوالا هست که بچه‌ها سوالات جدولی مهمه که توی امتحانا میاد. نگاه بکنید سوالایی که مدل جدولی داره، نگاه بکنید سوالایی که مدل جدولی داره. مثلا این جدول رو بهت میده، خب شما باید درست و نادرست براش بزنید، خب بعد کاملش بکنید. خب بیا پایین، یا مثلا این جدول رو بهتون میده، خب این جدول رو به شما میده، باز باید برای این درست و نادرست بزنید. بیا پایین، سوالات مربوط به یافتن حداقل و حد اکثر، اینم جزء مطالبیه که تو کتاب درسیتون اومده، تیترشو برات زدم. مثلا یه عبارت بهتون میده، میگه علامت ها رو بین اینا طوری بذارید که حد اکثر در حقیقت مقدار تولید بشه، یا مثلا میگه علامت ها رو بین اینا طوری بذارید که حداقل مقدار تولید بشه. نگاه بکنید مثلا اینجا گفته که، ببین تو سوال نگاه بکن، گفته که حاصل عبارت بزرگترین مقدار ممکن شود. خب حاصل عبارت کوچکترین یا کمترین مقدار چی بشود بچه ها؟ ممکن بشود. خب این از این. یادآوری تبدیل کسرا به عدد مخلوط و عدد مخلوط به کسر هستش که اینو پایه ششم خوندید، تو کتاب امسالتون هم هستش، حالا من میگم در حقیقت اینو یاد بگیرید. بحث ساده سازی کسرا هست که ممکنه از سالهای پیش باش آشنایی داشته باشید، اما اونایی هم که در حقیقت آشنایی دارن با یه سری از اینا مطالب به شکلی هستش که همه میتونن ازش چیکار بکنن، استفاده بکنن. جمع و تفریق دو عدد گویای هم مخرج، جمع و تفریق دو عدد گویای چی بچه ها؟ هم مخرج. جمع و تفریق دو عدد گویا که دارای مخرج های مساوی نیستن، یعنی هم مخرج نیستن. مثالاشو با هم دیگه میبینیم. حاصل ضرب عدد های گویا در هم، بالا جمع و تفریق و اینا بود، اینجا میگه ضربشون. معکوس اعداد گویا ببینیم چیه و نکات مربوط به معکوسی که در حقیقت ما داریم و روش های مختلفه در حقیقت حلی که در مورد کسرها وجود داره. بیایم پایین، تقسیم اعداد گویا، حالا جمع و تفریق و ضرب و گفتیم، اینجا میشه تقسیم اعداد گویا. میبینی اینجا همش دیگه با کسر سر و کار داری. توی پایه هفتم که مثلا شما بودی، اعدادتون به صورت کسری نبود، اعداد صحیح بود دیگه، ازشون چیکار میکردین؟ استفاده میکردین. اینجا الان بیشتره در حقیقت صحبتش اینه که شما بتونی با کسرها جمع و تفریق و ضرب و تقسیم چیکار بکنید بچه‌ها، انجام بدید. یکی بحث حاصل تقریبی جمع و تفریق اعداد گویاست که بهتون میگم حاصل تقریبی چجوری باید چیکار بکنیم پیدا بکنیم. جمع یا تفریق اعداد اشاری، مقایسه اعداد گویا. مقایسه اعداد گویا یعنی که روشهایی رو بهتون یاد میدم که ببینید که کدوم عدد بزرگتره، کدوم عدد کوچیکتره، یا شاید هم با هم دیگه مساوی باشن. منظور از مقایسه اعداد گویا یا همون مقایسه کسرها، همون کمتر بیشتر مساوی هستش. خب بیا پایین، بیا پایین، مثال های مربوط به همین مقایسه کسرها و در حقیقت حالت بندی هایی که اینجا براتون کردم. مثلا نگاه بکن روش دوم، باز مثلا یه روش تستی یا سری براتون آوردم اینجا که ببینید داستان از چه قرار هستش. بیا پایین، مثال هاییه که در مورد همین مقایسه کسرها از اینجا آوردیم. نمایش اعداد گویا، حالا اعداد گویایی که راجبش صحبت میکردیم میخوایم روی محور اعداد چیکار بکنیم بچه ها؟ نمایشش بدیم.
میخوایم روی محور اعداد چیکار بکنیم؟ نمایشش بدیم. جمع و تفریق اعداد گویا به کمک محور، یعنی همون جمع و تفریقایی که انجام میدادیم برای اعداد گویا به کمک محور، ببینیم که چه جوری میتونیم این کارو انجام بدیم. بیا پایین، کسرهای مساوی با کسر اولیه، یه بحث حالا کوچولویی هستش که توی کتابتون مطرح کرده که این دوتا نکته‌ای که اینجا برات نوشتم خیلی در حقیقت مهم و امتحانی هستش. باز بیایم پایین، بیایم پایین. خب یه بحث کوچولویی هم هستش که این بیشتر بچه‌ها مربوط به پایه نهمتون میشه، اما توی پایه هشتم هم چون یه اشاره‌ای بهش کرده ما هم حالا در موردش صحبت میکنیم. بیا پایین، اثبات با رسم شکل هستش، یه تمرینی هستش که مربوط میشه به اثبات با رسم شکل، توی کتابتون هست. معمولا من کمتر دیدم که توی امتحانای همچین چیزی مطرح بشه، اما حالا چون تو کتاب درسیتون اومده حالا ما هم یه اشاره‌ای بهش میکنیم. خب بیایم پایین، یافتن مقدار x در تساوی کسر، مثلا بدی تساوی میده میگه شما باید x رو ازش چیکار بکنید؟ پیدا بکنید. تا اینجایی که بهتون گفتم بچه‌ها، تا اینجایی که بالاتر بهتون گفتم جزء مطالب اصلی کتابتون هستش، چیزایی که قرار بوده من بهتون یاد بدم، چیزایی که تو کتاب درسیتون بوده و من لازم دیدم توی جزء باشه، خب، و چیزهایی که خودم طبق حالا تجربه هایی که داشتم به در حقیقت این اضافه کردم و به عنوان این جزوه در اختیار شما چی میشه بچه ها قرار میگیره. اینجایی که نوشتم کسرای تلسکوپی یا بحث تکمیلی، خب این توی کتاب درسیتون بچه ها نیست، اما توی آزمون های مختلف، مثلا آزمون های تستی، مثلا علوی، قلمچی یا حالا آزمون های مختلف، میان چیکار میکنن؟ کسرای تلسکوپی رو چیکار میکنن؟ مطرح میکنن، مورد سوال چیکار میکنن بچه ها قرار میدن. خب من به عنوان بحث تکمیلی اینجا براتون آوردم، اگه دوست داشتید بهتون درس میدم یا اگه وقت کردید مثلا درس میدم. بحث شیرین و قشنگی هستش، خیلی هم زیاد نیست، مثلا اندازه دو صفحه است شاید اینجا براتون آوردم، خیلی چیز باحال و در حقیقت به درد بخورید هستش، اما گفتم که این جزء مطالب اصلی کتابتون نیست و توی امتحانتون نمیاد، ممکنه توی آزمونا بیاد و ایده‌ای که در حقیقت داره توی سالهای آینده خیلی به دردتون میخوره. چرا میگم که در حقیقت ایده‌ای که داره توی سالهای آینده خیلی به دردتون میخوره؟ بیا پایین بهتون بگم، دقت بکنید. کسرای تلسکوپیمون دو تا حالت داره، این دو تا حالت رو بهتون میگم، خب، و نتیجه‌ای که میشه از این کسرای تلسکوپی گرفت یه فرمول این شکلی هست که اینجا من براتون چیکار کردم نوشتم، خیلی فرمول کار راه انداز و خوبی هستش که در حقیقت درس اصلی این برمیگرده به پایه دهم رشته های ریاضی و چی بچه ها؟ و تجربی. اما گفتم به دلیل اینکه توی آزمونا ممکنه یه جا ببینی یا بعضی وقتا معلم‌ها برای اینکه بچه‌ها رو سر کار بذارن یه کسر تلسکوپی بهش میدن، میگن حالا برو حلش بکن، به خاطر همین ما می‌خوایم در جریان باشید شما که داستان از چه قرار هستش. پس توی دو تا حالت هستش که اینا رو حالا در حقیقت سر فرصت براتون میگم. خب نگاه بکن، مثلا نمونه برات آوردم از آزمون تیسوشان، که مثلا ببینی توی مثلا یه آزمون تیسوشان چه مدل سوالی میاد، چه جوری سوال میاد. مثلا بعضی از بچه‌ها مثلا میگن فلانی تیز هوشه، مثلا تو فامیل فلانی تیز هوشه. تیز هوش چیه؟ تیز هوش اونیه که حالا یه ذره بیشتر کار میکنه، یه ذره بیشتر مطالعه میکنه، یه ذره هم حالا گیرایش قوی تر از یه بچه معمولیه، خیلی فرق نمیکنه. این مدل سوال تیز هوشانه که همون با همون کسرای تلسکوپی بالا که بهتون گفتم چی میشه بچه ها حل میشه. یه روشش این هستش و یه روشش هم همون روش در حقیقت فرمولی که بهتون گفتم این فرمول کارمون رو رامیندازه. من اینو تو پایه دهم برای بچه ها اثباتش میکنم اونجا، بحث توی اون بحث، اما اینجا فقط شما همین رابطه‌ش رو اگه همینجوری هم ببینی باز کلی چیه بچه‌ها جلو هستی. توی روش اول روش تشریحیش هست، روی روش دوم روش فرمولی ترش هستش که اینجا براتون آوردم. اگر من در مورد اینا صحبت کردم و درس دادم حالا این یکی دو سفر رو، بچه‌ای که دوست نداره، علاقه نداره، این قسمت رو بیخیالی تای کنه، مثلا من می‌خوام 10 دقیقه رو راجع به این صحبت کنم، این تو امتحانش نمیاد، بیخیالی تای کنه، اما اونی که علاقه داره خب به دردش می‌خوره. بیا پایین مثلا نگاه بکن، از همون کسرای تلسکوپی که گفتم کنکور سراسری 98 داخل کشور سوال اومده، سوال کنکوره دیگه، یعنی برای کنکورت میتونی امتیاز جمع بکنی، متوجهی؟ بچه پایه 8 میاد، اما من برات سوال حل میکنم که ببینی که توی کنکور از پایه 8 یا با معلومات پایه 8 هم میتونی چیکار بکنی، سوال جواب بدی. نگاه بکن سوال کنکور چیه، سراسری 98 داخل کشور هستش. اینم از همون دو سه صفحه‌ای که بهت گفتم توی آخر جزوه است، در حقیقت اینو آخر جزوه من براتون گذاشتم که اونی که نمیخواد بی خیالی تای کنه دیگه، ازش استفاده نکنه.
یه جزوه 33 صفحه‌ایه بچه‌ها که الان با هم دیگه صحبت کردیم، معروض به فصل اوله. این جزوه 33 صفحه‌ای رو شما باید پرینتش رو بگیری، به صورت کاغذی اینو داشته باشی که بهت گفتم دم امتحان میشه اگه می‌خوای بخونی، وقت نداری فیلم‌ها رو نگاه کنی، این جزوه خیلی بهت کمک می‌کنه. می‌خونی اینو میگی فلان جا به من اینو گفتا، فلان جا به من اونو گفتا، قشنگ اینا رو یادت میمونه. خب این جزوه رو بچه ها اگه بخوای تهیه بکنید، قسمت انتشارات آموزشگاه میدون صادقیه شعبه دختران، قسمت در حقیقت چیه، چاپ جزوه هامون هستش، میتونید مراجعه بکنید اونجا و اینو به صورت در حقیقت پرینت شده شو تحویل بگیرید. خودتونم میتونید ببرید مثلا کافینتی جایی بدین براتون پرینت بگیرن. اما تجربه‌ای که من دارم، مثلا میدیدم بچه‌ها میرن بیرون پرینت میگیرن، هم با هزینه فکر میکنم تقریبا دو برابر بیرون این کارو براتون انجام میدن و کیفیت چاپش خرابه. مثلا میبینی که صفحه ها رو یا سیاه میکنن یا تار میکنن یا جوهر انقدر کمه که خیلی کم رنگ هستش. به نظرم چیکار بکنید؟ از در حقیقت انتشارات آموزشگاه قسمت چاپ و تکثیر میتونید چیکار بکنید؟ در حقیقت این جزوه رو تهیه بکنید. و اینم بهتون بگم فایل در حقیقت پی دی افش هم روی پنل بچه‌هایی که در حقیقت جزوه بچهای ثبت نامی هستن بچه ها قرار میگیره و توی کانال های تلگراممون که حالا بعدن راه اندازی میشه، حالا تا کلاس یه ذره جون بگیره و ما مطالب رو شروع کنیم به گفتن، حالا کانال های تلگراممون هم راه اندازی میشه و فایلش رو اونجا براتون چیکار میکنیم میذاریم. پس این جزوه جزوه واجبیه که شما باید داشته باشید. خب یه فایلی هم هستش، فایل دوم، فایل قبلی بچه ها یک فایل 33 صفحه‌ای بود. این فایلی که اینجا هستش یک فایل 92 صفحه‌ای هستش که بعد از این، یعنی بعد از این 33 صفحه، بعد از این 33 صفحه نگاه بکنید، اینجا صفحه چندم هستش؟ اینجا صفحه چیه؟ صفحه 33 هستش که توی جزوه قبلی بود. خب اون همونجا تموم میشد، اما این جزوه بانک سوالات داره. دقت بکنید اینجا رو، مثلا مبحث عددهای صحیح و گویا فصل 1 ریاضی چندم، ریاضی هشتم، اومدم براتون چیکار کردم؟ بانک سوالات اینجا گذاشتم. خب مثلا میگه حاصل این عبارت، حاصل جمعش چیه؟ خب به صورت چهار گزینه اومده. مثلا میگه چی؟ مثلا علوی مال 1400 بوده. خب یا مثلا حاصل جمع اینایی بود که چند تا عدد داشت، 3 تا نقطه، دوباره یه عدد. حاصل جمع اینا چه جوریه؟ میبینی درسش اونجا تو جزوه بهت میدم، دوباره میای سراغ اینا چیکار میکنی؟ اینا رو حل میکنی. یا مثلا اگه بیایم پایین‌تر نگاه بکن، نگاه بکن حاصل عبارت زیر کدام است؟ این با همون قانون اولویت‌ها بود که بهت گفتم یادتون میدیم که قانون اولویت‌ها، این در حقیقت با همون به کمک قانون اولویت‌ها چی میشه بچه‌ها؟ حل میشه. اینجا رو نگاه بکنید، این همون سوالایی بود که توی همون الگوهایی که مربوطه به در حقیقت اون جفت عددا بود که با هم دیگه صحبت میکردیم، اینا در حقیقت با ایده اونا حل میشه. اون سوالایی بود که مثلا بهتون گفتم میگه بیشترین مقدار، کمترین مقدار، صحبت بیشترین مقدار و کمترین مقدار رو میکنه. نگاه بکنید توی اینجاها بعد علامت میذاشتیم، اینجا مثلا نگاه بکنید توی آزمون ها اومده. پس علاوه بر اون چیزی که در حقیقت بهتون یاد میدم توی جزوه ها که مربوط به کتاب درسیتون هست، قلقایی هم که مربوط به حل کردن سوالای آزمونای مختلف هست توی جزوهتون بچه‌ها چیه وجود داره. خب بعد از اینکه این قسمت بانک سوال رو شما میاید پایین، دقت بکنید اینجا رو، میاید پایین، اینجا سوال صدم هستش. نگاه بکنید اینجا رو، 100 تا سوال اینجا من براتون گذاشتم، 100 تا سوال اینجا براتون فصل اول گذاشتم، این سوال صدم هستش. بعد از این چون تمام سوالاتی که اینجا در حقیقت براتون گذاشته شده به صورت چهار گزینه‌ای هست، پاسخنامه کلیدی این اینجا براتون گذاشته شده. مثلا اگه نگاه بکنی سوال 1 جوابش گزینه 4، سوال 2 جوابش گزینه 3، سوال 3 جوابش گزینه چیه؟ گزینه 2. این برای دانش آموزیه که سوال خودش حل کرده، نمیخواد بره سراغ جواب تشریحی، پاسخنامه تشریحیش، و میاد چیکار میکنه؟ مثلا سوال 1 رو حل کرده، گزینه 4 در آورده، میخواد بیاد ببینه درست حل کرده یا نه، اینو نگاه میکنه. حالا یه دانش آموزی هستش که علاوه بر اینکه حالا کلید و نیاز داره، احتیاج به جواب تشریحی سوالات هم داره که اون جوابه بهش کمک بکنه. پاسخنامه تشریحی در حقیقت این سوالات هم توی ادامه براش آورده شده. دقت بکنید، نه مثلا سوال اول گزینه چیه؟ گزینه 1 هستش، همون سوالاتی بودش که اینجوری بود، 3 تا نقطه داشت، دوباره این به این صورت هستش، دوباره همون سوالی که جمع میشد اینا 3 تا نقطه داشت اینجوری بود، به این صورت چی میشه؟ حلش انجام میشه. پس اینا هم این در حقیقت اینم براتون من اینجا گذاشتم که اگه ما تا پایین این بیایم، میبینیم که در حقیقت این
یک جزوه 92 صفحه‌ای هستش، یک جزوه 92 صفحه‌ای هستش که شما میتونی با آموزشگاه مراجعه بکنید. خب میتونی با آموزشگاه چیکار بکنید بچه‌ها؟ مراجعه بکنید. اگه دوست داشتی فقط جزوه اولو داشته باشی که همون 33 صفحه رو پرینت میگیری، اگه بانک سوالات هم خواسته باشی که جدا میگی برات پرینت بگیرم. اون تا میگم چون هزینه در حقیقت کاغذ چون رفته بالا، هزینه تکثیر رفته بالا، شاید برات نصرفه که بخوای همه اینو پرینت بگیری. تو موبایل، تبلت، لپتاپت میتونی چیکار بکنی؟ این سوالا رو با خودت کار بکنی، یعنی در حقیقت سوالو ببینی و در حقیقت حل بکنید، جواباش هم که گفتم که به چه روالی میتونی ازش چیکار بکنید استفاده بکنید. پس این است در حقیقت توضیحاتی که در مورد اینا بهتون باید میدادم توی جلسه صفر که داستان چه قراره، قرار ما چیکار بکنیم بچه ها در حقیقت امسال. و این فصل اول هست. برای هر 9 تا فصلی که شما دارید همین برنامه در حقیقت پیاده میشه که فصل به فصل جزوات به این صورت و با این روال در اختیار شما چی میشه بچه ها؟ قرار گرفته میشه. خب بذارید من اینجا ساعت هم یه نگاه بکنم و بریم سراغ این که یه ذرم در حقیقت بهتون درس بدیم که ببینیم که چجوریه. خب بچه هایی هم که وست حسن یه سلامی حاضری چیزی بزنن تا ایشالله بحث رو شروع بکنیم. یکی از بچه ها پرسیده که جلسه اول کی هستش؟ جلسه اولمون به صورت رسمی از هفته آینده بچه ها چی میشه بچه ها؟ شروع میشه جلسه اولمون. اما من حالا همین الان حدود فکر میکنم 40 دقیقه زمانی که داریم شروع میکنم به درس دادن و مطالب رو سعی میکنیم تا یه جایی با هم دیگه چیکار بکنیم جلو ببریم. خیلی خوب دقت بکنید اینجا رو بچه ها. یاداوری ریاضی هفتم. خب اگه خاطرتون باشه بچه‌ها، اگه خاطرتون باشه یه قانونی بود به اسم قانون پرانتز میانه. حالا یا شاگرد من بودی میدونی یا اگرم نمیدونی الان دیگه چیه بچه‌ها؟ الان بهت میگم. دقت بکنید اینجا رو. یه جاهایی هست توی محاسبات یه پرانتزی میاد این وسط قرار میگیره. وسط محاسبات چی میشه بچه‌ها؟ قرار میگیره. یه پرانتزی وسط محاسبات قرار میگیره. خب شما باید اینو تعیین علامت کنی، علامت نهایی اینو چیکار بکنی؟ بنویسی. خب وقتی که اینو دیدی یه مثبت کنار یه مثبت، مثبت در مثبت میشه مثبت، سریع اینو بنویس، یه دونه علامتش کن. یعنی به جای اینکه مثبت مثبت 5 یه دونه مثبت 5 می‌نویسی. وقتی این دوتا رو کنار هم دیگه دیدی مثبت در منفی میشه منفی، منفی در منفی میشه مثبت، منفی در مثبت چی میشه بچه‌ها؟ میشه منفی. این از پرانتز میانه که باید تعیین علامت کنی. روش جمع و تفریق اعداد صحیح به چه شکلی بود؟ روش جمع و تفریق بچه‌ها اعداد صحیح به چه شکلی بود؟ خب دو تا حالت داشت. عددهامون علامتش یکسان بود یا ما عددهای با علامت چی داشتیم؟ عددهای با علامت یکسان داشتیم یا عددهای با علامت متفاوت داشتیم. مثالای حالت اول دقت بکنید. مثالای حالت اول یعنی علامت‌ها یکسان بود. خب مثالمون میگه بچه‌ها، مثالمون میگه مثبت 5 اگه جمع بشه با مثبت 10 چند میشه؟ میگه استاد خب خسته نباشید دیگه، 5 به علاوه 10 میشه 15 دیگه، این کارا چیه؟ بله 5 به علاوه 10 میشه 15. اما دقت بکن همیشه علامت‌ها انقدر راحت پیدا نمیشه. دقت بکنید اینجا رو. وقتی که میگیم عددها علامت یکسان، ببین این مثبته میبینی، اینم چیه بچه‌ها؟ مثبت هستش. خب شما کاری که میکنید اگه اینا هم علامت بود میای یه دونه پرانتز میذاری، خب علامت یه دونه از اینا رو این پشت میذاری، علامت یه دونه از اینا رو این پشت میذاری، بعد بدون اینکه به چیزی فکر بکنی، بدون توجه به علامت های اینا، تکلیف علامت ها رو معلوم کردیم، این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم، 5 به علاوه چی میکنی؟ 10 میکنی. 5 به علاوه 10 میشه 15، یه مثبت هم پشتش داره میشه مثبت 15. خب حالا اگه اینا هم علامت باشن منفی باشن چی؟ فرق نمیکنه. ببین منهای 5 منهای 10 چون دوتاشون هم علامتن بچه ها، چون دوتاشون هم علامتن، علامت یکی رو میذاری پرانتز رو باز میکنی، اینجاشو دقت کن بدون اینکه توجه کنی، بدون اینکه توجه کنی به علامت ها، تکلیف علامت ها رو مشخص کردی، 5 رو با 10 جمع میکنی،
5 و 10 جمع میکنی، 5 به علاوه 10 بچه ها عدد 15 رو بهمون میده، 5 به علاوه 10 عدد 15 رو میده، یه منفی هم پشتش داره، پس این منفی توی این ضرب بشه میشه منفی 15، پس جواب نهاییمون میشه منفی 15. پس اگه عددها با علامت یکسان بود میای چیکار میکنی؟ یه دونه از علامت ها رو اینجا مینویسی، یه پرانتز وا میکنی، بعد بدون توجه به علامت ها این دوتا رو با هم جمع میکنی، 5 و 10 رو با هم جمع میکنی. اینجا علامت منفی مشترکه، مینویسی پرانتز رو چیکار میکنی؟ باز میکنی. خب بعد بدون توجه به علامت ها میگی اینجا 5، اینجا 10، 5 و 10 رو با هم جمع میکنی میشه 15، یه منفی هم پشتش میشه منفی 15. این از حالتی که حالت هم علامتن. خب به روش اول. خب یه دانش آموزی میاد میگه خب ما یه روشی هم داشتیم، به کمک محور میومدیم این کارو میکردیم، یه روشی هم ما داشتیم میومدیم به کمک چی؟ به کمک محور این کارو انجام میدادیم. خب مثال اولمون چی بود بچه ها؟ این دوتا مثالمون بود دیگه، این مثال اولمون بود، اینجا این مثال دوممون بود. خب اولی الان ما میخوایم 5 و 10 رو با هم جمع بکنیم، میومدیم میگفتیم وقتی که میخوای از محور استفاده بکنی یکی میومد اینجا وای میستاد روی نقطه چند؟ روی نقطه صفر. خب وقتی که مثبت 5 اینجا داری، خب مثبت به سمت راسته بچه ها، مثبت به سمت راسته، منفی به سمت چپه. مثبت 5 یعنی بچه ها 5 واحد شما چی بشه؟ میری به سمت راست، میرسی به اینجا. خب یه مثبت 10 داری، این مثبت 10 رو باز از انتهای اینجایی که الان اومدی بری جلوتر. خب الان پس مثبت 10 و از مثبت 5 و از 0 شروع کردیم اومدیم اینجا، از انتهای این فلشه حالا چون مثبت 10 یعنی 10 تا به راست، 10 تا هم چیکار می‌کنی؟ میشموری میری به سمت چی؟ میری به سمت راست. خب اینجا وقتی که 5 بوده بچه‌ها، یه فاصله 10 واحدی را ما چیکار کردیم؟ طی کردیم. یه فاصله 10 واحدی را ما طی کردیم میشه چی؟ میشه 15. یعنی به نقطه نهایی که ما رسیدیم نقطه چیه؟ نقطه 15 هست. انتهای این فلش نهایی در حقیقت به ما چی رو نشون میده بچه‌ها؟ جواب رو نشون میده. جواب اینه. میشه 15. این همون 15 ایه که ما اینجا داشتیم. حالا منهای 5 منهای 10 رو باید چیکار بکنیم؟ بیا پایین. منهای 10 منهای 5 رو باید چیکار بکنیم؟ دقت بکنید اینجا رو. ما اینو میخوایم حساب کنیم دیگه. منهای 5 منهای چی؟ منهای 10. حاصل این به کمک محور چیه؟ باز میایم یه در حقیقت متحرکی یکی روی اینجا روی نقطه 0 وای میسته. چون منفی 5، 5 واحد به سمت چی؟ 5 واحد به سمت چپ میاد اینجا. حالا یه منفی 10 هم داره، از اینجایی که شما واسطادی 10 واحد میشموری میایین به سمت منفی ها، انتهای اینجا برابر چی میشه بچه ها؟ برابر منفی 15 میشه. یعنی در نهایت این انتهای این فلشه که ما روش وایسادیم جواب منفی 15 رو به ما چیکار میکنه؟ میده. منتها روش اولی که بهتون گفتم، این روش اولی که بهتون گفتم خیلی روش بهتریه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینجا عددا کوچیک، ما راحت روی محور نمایش دادیم اینو. خب اما اگه مثلا عددا بزرگ بشه، مثلا داشته باشیم منفی 563 به علاوه 625، اون موقع با محور کار کردن یه ذره داستان میشه دیگه، فایده نداره. اینجا عددا کوچیکه که در حقیقت تونستیم رو محورم نمایش بدیم، اما روش اصلی همین روشیه که این بالا بهتون گفتم. توی عددهای بزرگم راحت میتونی ازش چیکار بکنید؟ استفاده بکنید. خب بیا پایین. مثال‌های حالت دوم. حالت دوم زمانی بود که چی بود بچه‌ها؟ حالت دوم زمانی بود که هم علامت نبودن، هم علامت نبودن. خب دقت بکنید اینجا رو، ببین چی میگه مثال. یه مثبت داری اینجا، یه منفی داری، یه مثبت داری، یه دونه چی داری بچه ها؟ منفی داری. دقت بکن کاری که شما میکنی چیه؟ میای نگاه میکنی از بین این دوتا ببینی علامت در حقیقت کدوم عدد هستش که بزرگتره به لحاظ ظاهری. الان علامت ها رو بذار کنار، اصلا ولش کن، این 5، این 10. خب این 10 به لحاظ ظاهری بزرگتر از 5 دیگه. علامت اینو بر میداری میذاری پشت یه دونه پرانتز. خب علامت اینو برمیداری میذاری پشت یه پرانتز. خب بعد میای چیکار میکنی؟ عدد بزرگه رو، بدون توجه به علامت دیگه ها، بدون توجه به علامت کاری باشون نداریم، علامت تکلیفش معلوم شد، عدد بزرگه رو اینجا مینویسی، اینجا منها میذاری، همیشه منهاست ها، توی حالت دوم که هم علامت نبودن این وسط همیشه منهاست.
عدد بزرگه رو میذاری، عدد کوچیکه رو ازش چیکار میکنی؟ کم میکنی. از 10 تا 5 تا کم کنی میشه 5، قرینش بکنی میشه چی؟ قرینش بکنی میشه منفی 5. یه بار دیگه برات بگم، یه بار دیگه سریع برات بگم. پس وقتی که اینا هم علامت بچه‌ها نبودن، وقتی که اینا هم علامت نبودن، میای اینا رو بدون علامت در نظر میگیری. این 5، این 10، بزرگه اینه. خب علامت این بزرگه که منفی پشت یه پرانتز میذاری، دیگه با علامت ها کاری نداری. میگی بزرگه کدومه اول میذاری، منهای کوچیکه که 5 میکنی. این منهای همیشه هست توی حالت دوم، منهای همیشه این وسط پرانتز هست. مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم بچه ها. این دوتا علامتاشون مثل هم دیگه نیست. این دوتا علامتاشون مثل هم دیگه نیست. میای بدون علامت اینا رو در نظر میگیری، 5 بزرگتره یا 10؟ 10 بزرگتره. علامت این چیه؟ مثبته. این مثبته رو بچه ها، این مثبته رو بیرون پرانتز میذاری، بیرون پرانتز میذاری، تکلیف علامتش معلوم شد. حالا ببینیم که از بین 5 و 10 کدوم بزرگتره. 10 عدد بزرگتری اول میذاری، اون همون منفی است که گفتم تو این حالت همیشه باید وسط پرانتز باشه. این 5 رو ازش چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. 5 تا از 10 اگه کم بشه بچه‌ها این میشه 5، یه مثبت هم پشتش داره دیگه، میشه مثبت چند؟ مثبت 5. پس این هم زمانی که هم علامت نیستن. حالا اگه همین سوالو بچه‌ها، همین سوال اگه ما بخوایم به روش دوم یا محور که حالا بچه‌ها از پایه هفتم شاید عادت داشته باشن هم با هم ببینیم و بحث مربوط به پایه هفتم جمع بشه، 5 منهای 10، یکی اینو می‌خوایم در حقیقت ببینیم، مثبت 5 منهای 10، منهای 5 به علاوه 10. بیام پایین. باز گفتم محور برای اوناییه که عددهای کوچیکی دارن. اگه عدد در حقیقت یک عدد بزرگی باشه، باز همون روشی که بالاتر براتون گفتم در حقیقت کارآمد هستش. خب دقت بکنید اینجا رو. الان اگه ما بخوایم روی محور در حقیقت اینو نشون بدیم، مثبت 5 دیگه، درسته؟ یه متحرکی میاد اینجا روی نقطه صفر وای میسه، چون مثبت 5، 5 واحد میره به سمت راست، 5 واحد مثبت میاد به سمت راست، میرسه به اینجا. خب حالا میگه 10 واحد باید برگردی به سمت چپ، چون این منفیه. خب 10 واحد بخوای برگردی در حقیقت عقب، از 5 بیای تا 0 میشه 5 واحد برگشت به عقب، از اینجا هم بخوای بیای اینجا میشه 5 واحد دیگه برگشت به عقب. پس یه 5 واحد با یه 5 واحد، یعنی ما 10 واحد برگشتیم به عقب. نقطه نهایی که ما واسطادیم، متحرکمون واسطاده، نقطه منفی چیه؟ 5 هستش که همون انتهای فلش یا نقطه نهایی رو به ما نشون میده. نگاه بکن جواب در اومد منفی 5، اینجا هم با همون روشی که این بالا گفتیم در اومد منفی چند؟ منفی 5. سوال بعدی رو اگه نگاه بکنیم، منهای 5 رو میخوایم با مثبت 10 چیکار بکنیم؟ جمع بزنیم. این پایین من براتون مینویسم، منهای 5 رو میخوایم جمع بزنیم با مثبت چی؟ مثبت 10. گفتیم وقتی که روی محور هستیم، متحرکمون باید از صفر شروع بکنه به حرکت کردن. خب الان میگه چی؟ میگه 5 منفی، میای روی صفر، چون منفیه میری به سمت چپ 5 واحد. خب انتهای فلش میشه اینجا. خب بعد حالا میگه مثبت 10، این مثبت 10 رو از انتهای این فلشه شروع میکنی، چون مثبته میری به سمت راست. خب الان اگه نگاه بکنیم، ما از اینجا تا اینجا که بیایم، این 5 واحدی که اینوری رفته بودیم، 5 واحد اومدیم اینجا، یعنی رسیدیم به نقطه صفر، 5 واحد دیگه هم بریم به سمت راست میشه نقطه چی؟ نقطه 5. یعنی انتهای فلش ما در حقیقت چیه؟ جواب ما هستش که برابر مثبت 5. نگاه کن اینجا هم مثبت 5 در اومد جوابمون، اینجا هم به این روش که گفتم مثبت 5 در اومد. این حالا الان جلسه صفر من دارم اینا رو توضیح میدم، از جلسات بعدی دیگه نمیام اینجوری براتون توضیح بدم. این برای این هستش که دانش آموز دیگه بعدن ایراد نگیره که من اینو ندیدم و بلد نیستم، قلقشو نمیدونم. این هم از این دقت بکن. مثلا من دفعه بعدی اگه ببینم منهای 5 به علاوه 10، منهای 5 به علاوه 10، سریع می‌نویسم مثبت 5، تموم. دیگه این چیزایی که الان گفتمو بهت نمیگم. این برای اتمام حجت کردنه که دیگه همه مطالب رو در حقیقت بلد باشید. خب بیاین پایین برسیم به بحث قانون اولویت ها. بچه از اینجا دیگه در حقیقت ریاضی پایه هشتم هستش. دقت بکنید اینجا رو، یه ذره راجع به اینا با هم دیگه صحبت بکنیم. یک چی میگه؟ توی اولویت در حقیقت محاسبات
اول بچه ها اولویت با پرانتز، داخل پرانتز، خب بعد اولویت با توانه، بعد اولویت با ضرب و تقسیمه، بعد جمع و تفریق. یعنی جمع و تفریق آخر از همه است. جمع و تفریق چیه بچه ها؟ آخر از همه است. پس اول اولویت با چیه؟ پرانتزه. اگه چند تا پرانتز داشته باشی، اولویت با داخلی ترین پرانتزه. اگه چند تا پرانتز داشته باشی، اولویت با داخلی ترین پرانتز، از داخلی ترین پرانتز شروع میکنی، بعد سراغ توان میری که پارسال خوندیم توان چیه، ضرب و تقسیم هر کدام چپتر بود. مثلا توی یه سوال میبینی که چند تا ضرب و تقسیم داری، خب میری سراغ اون در حقیقت ضرب و تقسیمی که سمت چپتر اومده، خب و در نهایت جمع و تفریق دیگه. جمع و تفریق از همه مظلومتره، یعنی آخر سر باید بری سراغ چی؟ جمع و تفریق. یه مثال با هم ببینیم بچه، یه مثال ببینیم. میگه با توجه به قانون اولویت ها حاصل را بیابید. با توجه به قانون اولویت ها حاصل را بیابید. این مثال چیه بچه ها؟ مثال اولمون هست. مثال چیه؟ مثال اولمون هست. خب پس ما یاد گرفتیم اولویت اول با پرانتزه. اگه چند تا پرانتز بود میری سراغ داخلی ترین پرانتز، از داخلی ترین پرانتز شروع میکنی میای بیرون. اگه توان داشتی میری سراغ توان، بعد میری سراغ ضرب و تقسیم. اگه چند تا ضرب و تقسیم داشتی، اولویت با اونی که سمت چپ تر اومده، و بعد در نهایت میری سراغ چی؟ میری سراغ جمع و تفریق. این مثال ها الان اگه شما نگاه بکنید، این پرانتز داره، دو تا هم پرانتز داره، اولویت با اون پرانتزیه که از همه چیه بچه ها؟ داخل تر هست. الان نگاه بکن اینجا، میبینی هشت منهای نه باید بکنی؟ این در حقیقت همون مثبت هشت منهای نهه. اون بالا به درسش رو دادم که هم علامت در حقیقت اینا نباشن چه جوریه. گفتم از این به بعد دیگه توضیح نمیدم که چرا، بالاتر برای توضیحش رو دادم. هشت منهای نه میشه منفی یک. دیگه از این به بعد اینجوری می نویسیم، هشت منهای نو میشه منفی یک. دقت بکنید اینجا رو. حالا میگه یک منهای منهای یک. دقت بکن، یک منهای منهای یک، قانون پرانتز میانه، اینو تعیین علامت کنی میشه مثبت. یک با یک جمع بشه بهت عدد چند رو میده؟ بهت عدد دو رو میده. پس من متوجه شدم که اینجا، اینجا الان برابر چند شد بچه ها؟ عدد دو شد. یعنی نگاه بکن اینجا برابر عدد چند شد؟ عدد دو شد. هشت منهای نه کردم شد منفی یک، یه دونه یک داشتم، یک منهای منهای یک کردم، تعیین علامت زدم، یعنی پرانتز میانه این برابر چی شد بچه ها؟ برابر دو شد. خب الان اگه شما اینجا رو نگاه بکنید، یه دونه یک داری منهای یک منهای دو، خب ضرب در یه دویی هم که اینجا به دست آوردم. خب اولویت بعدی که الان ما اینجا داریم توان که نداریم، ضرب و تقسیم گفتیم اول سراغ ضرب و تقسیم میری، اینجا ضرب دارم پس میرم سراغ این. دو ضرب در دو عدد چند رو بهم میده؟ عدد چهار رو میده. بعد میریم سراغ جمع و تفریق. ببین یک منهای چهار الان اینجا داری، اینجا تفریق دیگه، یک منهای چهار یعنی مثبت یک منهای چهار، بالا توضیح دادم دیگه که منفی چی؟ منفی 3. پس جوابمون برابر چی در میاد بچه ها؟ جوابمون برابر منفی 3 در میاد، که اینجا جوابش همین پایین براتون این زیر نوشتم. داریم تمرین میکنیم دیگه، وقتی میخوای سوال حل کنی دیگه در حقیقت پاسخ نداره. اینا رو من براتون زیرش نوشتم که دیگه شیک و ترتمیز اینا رو داشته باشید. اما خودتون هم توی خونه وقتی جزوه دستتون میرسه باید اینا رو روی کاغذ بنویسی و خودت شروع کنی به حل کردن. خب ورزش کردن من تو رو ورزیده نمیکنه. زمانی تو ورزیده میشی که خودت هم شروع بکنی به ورزش کردن. یعنی من مربیم بهت میگم چی کار بکن، خودت هم باید اون کار رو چی کار بکنی، انجام بدی که مغزت ورزیده بشه. خب دقت بکنید اینجا رو. پس قرار شد اینا رو خودتون هم توی کاغذ توی خونه بنویسید و تمرین کنید. مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم از قانون اولویت ها. مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. مثال بعدی، خب الان اگه نگاه بکنی اینجا پرانتز که نداری، باید بری بعدش چی؟ ببین توانم نداری، باید بری سراغ چی؟ ضرب و تقسیم. اگه نگاه بکنی دو تا داری از این ضرب و تقسیمه. گفتیم اولویت با اونیه که چیه؟ سمت چپه. منهای 8 تقسیم بر 2 چند میشه بچه ها؟ عذرخواهی میکنم، منهای 16 تقسیم بر 2 میشه منهای 8، درسته؟ پس تکلیف این معلوم شد چه منهایش. حالا میگه منهایش ضرب در 3 بشه. منهای 8 ضرب در چی بشه؟ منهای 8 ضرب در 3 بشه منهای 4. خب الان اگه اینجا رو نگاه بکنی از ضرب و تقسیم یه دونه ضرب داری، میای سراغ این ضربش انجام میدی. 8 3 تا 24 تا یه منفی داره میشه منهای 24. خب
منهای 24 حالا منهای 4 میشه، منهای 24 منهای 4 این علامتایی بود که مثل هم بود. بالا گفتم دیدی حالا برای چی بالا گفتم یاداوری کردم. منهای 24 منهای در حقیقت 4 میشه منهای 28. تمام جواب میشه منهای چی؟ منهای 28. اینجا برات نوشتم. یا پایین مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. مثال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. الان اگه اینجا رو نگاه بکنی، الان اگه اینجا رو نگاه بکنید ما چند تا پرانتز داریم. خب این پرانتزه که مثبت 3 اصلا کاری نداریم، کاری نمیتونیم باش بکنیم. میایم سراغ این، میریم داخل این پرانتز. دقت بکنید اینجا رو. خب 28 تقسیم بر منهای 4 چی میشه بچه‌ها؟ 28 تقسیم بر منهای 4 میشه منهای 7. درسته؟ 28 تقسیم بر منهای 4 میشه چی؟ میشه منهای 7. خب دقت بکنید اینجا رو. حالا الان منهای 7 باید ضرب در 3 بشه. منهای 7 باید ضرب در چی بشه؟ 3 بشه. منهای 7 ضرب در 3 بشه میشه مثبت 21. منهای 7 ضرب در 3 بشه میشه مثبت چی بچه‌ها؟ مثبت 21. بیایم مثال بعدی، مثال بعدی رو ببینیم. اینم جواب بشه دیگه. مثال بعدی رو ببینیم بچه‌ها، مثال بعدی رو ببینیم. خب الان اینجا رو ما اگه نگاه بکنیم باز ضرب تقسیم، اولویت بین ضرب و تقسیم اونیه که سمت چپ اومده. ببینید سمت چپتر اومده نسبت به این، درسته؟ خب منهای 4 رو ضرب در مثبت 3 بکنیم برابر منفی چی میشه؟ منفی 12 میشه. حالا بعد تو قدم بعدی بیایم منهای 12 رو تقسیم بر منهای 2 بکنیم. ببین منهای 12 رو تقسیم بر منهای 2، یکی از نمادهای تقسیم خط کسریه دیگه. منهای 12 تقسیم بر منهای 2، منها با منها میره، 12 دوم عدد چند رو میده؟ عدد 6 رو میده. پس اینم چیه؟ عدد 6. اگه این قانون اولویت ها رو که بهت گفتم رعایت نکنی، به ترتیب انجام ندی، جواب نهایی اشتباه در میاد. حواستو جمع کن که اون قانون اولویت ها که بهت گفتم باید حفظ باشی که ترتیب اولویت محاسبات به چه صورتی هستش. بعضی وقتا من توی همین کانال های فضای مجازی میبینم که از این سوالا میذارن، چون که دانش آموزا یا حالا آدم بزرگا این قانون اولویت ها رو نمیدونن، جوابو اشتباه میدن. بیایم پایین یه سوال دیگه ببینیم. از این دقت بکنید اینجا رو، یه مثال دیگه ببینیم. الان اگه اینجا رو نگاه بکنیم، یا اینجا پرانتز میبینی، میری سراغ داخلی ترین پرانتز. اینجا پرانتز میانه داری، میبینی میگی منفی در منفی چیه بچه ها؟ منفی در منفی میشه مثبت. اینو تعیین علامتش میکنیم. حالا میای میگی منهای 4 باید جمع بشه با 3، درسته؟ پس اینجا باید منهای 4 بچه ها جمع بشه با 3. منهای 4 رو اگه جمع بکنی با 3 برابر چی میشه بچه ها؟ برابر منفی 1 میشه. پس حاصلی که در حقیقت برای این به دست میاد حاصل میشه منفی 1. اولویتی که در حقیقت اولویت بعدی ضرب دیگه، یه دونه منهای 5 داری، تو منهای 1 باید ضرب بشه. منها در منها که میشه مثبت، 5 هم ضرب در 1 میشه 5. پس جواب برابر چی میشه بچه ها؟ جواب نهایی برابر عدد مثبت چی میشه؟ مثبت 5 میشه. این پایینم برات نوشتم مراحلی که انجام دادیم رو. ببین مثبت 5 میشه جواب. این از در حقیقت روشی که مربوط به اولویت در محاسبات هستش. خب بیاین پایین. روش زیبای جفت عدد و روش‌های فرمولی مرتبط با آن. دقت بکنید اینجا رو، روش در حقیقت جفت عدد ببینیم چیه. بریم پایین تر تا ببینیم شما کدوم رو بیشتر میپسندین. روش جفت عدد، در این روش میخواییم حاصل جمع و تفریق عبارتهای طولانی تر را چیکار بکنیم بچه ها؟ بیابیم. پس میخواییم توی روش جفت عدد حاصل جمع و تفریق عبارتهای طولانی تر را بیابیم. اینایی که بینشون سه تا نقطه داره، اینا رو میخواییم چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. به مثالای زیر توجه کنید ببینیم که چجوریه. نگاه بکن، میگه حاصل عبارتهای زیر رو چیکار بکنید بچه ها؟ بیابید. قسمت الف قرار ما اینا رو با هم دیگه چیکار بکنیم؟ قرار ما اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم. قرار اینا رو ما با هم دیگه چیکار بکنیم بچه ها؟ جمع بزنیم. روش جفت عدد اینه که شما میای چیکار میکنی؟ عدد اول رو با عدد آخری میای چیکار میکنی؟ یه ارتباطی باش میگیری. اول نگاه بکن، میای میگه اگه 1 رو با 200 من بیام بچه‌ها جمع بکنم، ببین جفتن اینا دیگه، میبینی 1 رو با 200 جمع بکنی میشه 201. خب
دو رو با 199 اگه بیای جمع بکنی میشه 201. درسته؟ خب اینجا قبل 199 مثلا 198 داشتی دیگه، درسته؟ الان اگه شما بیای عدد در حقیقت 3 رو که اینجا داری با 198 جمع بکنی، اینم به چند رو میده؟ اینم به 201 رو میده، درسته؟ خب پس ما متوجه شدیم که اینا دوتا دوتا یا جفت جفت دارن به ما عدد چند رو میدن؟ عدد 201 رو به ما میدن. خب الان ما از 1 تا 200 عدد داریم، خب 200 تا داریم. خب این 200 تایی که داریم چند جفت عدده؟ برای اینکه در حقیقت شما متوجه بشین این 200 تا چند جفت عدده، جفت یعنی دوتایی دیگه، در حقیقت اون در حقیقت تعدادی که شما داری، اون 200 تایی که داری باید تقسیم بر 2 بکنی که ببینی توی این 200 تایی که داری چند تا جفت عدد داری، یا اصطلاحا اینجوری بگیم توی این 200 تا چند تا دوتا وجود داره. توی این 200 تا برای اینکه ببینیم چند تا دوتا وجود داره، 200 رو باید تقسیم بر 2 کنیم. پس 100 تا جفت عدد شما داری. خب دارم برای توضیح میدم، طول میکشه. همینه، میگی آقا 200 تا عدد داری، چند جفت عدد داری؟ 100 جفت عدد داری. خب حالا 100 جفت عددی که ما داریم هر یه جفتش میشه 201. حالا وقتی که ما 100 جفت داریم یعنی 100 تا 201 داریم دیگه. وقتی میگیم 100 تا 201 داریم یعنی این 100 باید تو 201 ضرب بشه، درسته؟ خب حالا این 201 که شما اینجا داشتی همش داشت تکرار میشد، 100 تا از این 201 ما داریم، یعنی 100 ضرب در 201. شما کافیه 201 رو بنویسی، خب چون این دوتا صفر داره، این دوتا صفر اینو میذاری جلوی این، میشه 20100. تموم شد. به این میگن روش چی؟ روش جفت عدد. حالا میتونین در حقیقت برای معلم توضیحش هم بنویسی، میتونی هم ننویسی. اگه معلمت گیره حتما بر خیلی براش توضیح بدی، براش بنویس. این روش روش استدلالی بوده و حل به روش امتحان است. اینو نمیخواد بنویسی، من برات نوشتم بدونی این مال امتحانه. در مثال فوق توجه داشته باشید که 100 جفت عدد داریم که حاصل هر جفت 201 است، پس جواب به این صورت در میاد. این روش تشریحشه، روش معلم پسندشه، روش امتحانیشه. خب بریم سراغ روش فرمولیش، ببینیم روش فرمولیش به چه صورتیه. دقت بکنید، روش دوم بچه ها. روش چی؟ روش دوم. دقت بکنید اینجا رو، بیا اینجا سه قسمت این برای توضیح بدم. بچه ها مگه قرار نیم ما یه مجموعی رو پیدا کنیم؟ بهمون میگه مجموع اون عددهایی که دنبال هم قرار گرفته رو پیدا کن دیگه. خب برای اینکه شما مجموع رو پیدا بکنید، قبلش باید تعداد رو پیدا بکنید توی مرحله، توی یک مرحله هم باید میانگین رو پیدا بکنید. حاصل این دوتا، حاصل این یه عدد میشه، حاصل این هم یه عدد میشه. این دوتا رو تو هم ضرب میکنی، مجموع رو بهت میده. حالا برای اینکه من تعداد رو پیدا بکنم به یه رابطه ای نیاز دارم. برای اینکه تعداد رو پیدا کنم حاصلش یه عدد میشه. برای اینکه میانگین رو پیدا کنم به یه فرمولی نیاز دارم که اونم حاصلش چی میشه بچه ها؟ حاصلش یه عدد میشه. این دوتا رو تو هم اگه ضرب بکنی همون مجموعی هستش که ما میخواستیم. خب دقت بکنید اینجا رو، دقت بکنید اینجا رو. اینجا من این قرار نشد تعداد رو ما پیدا کنیم. تعداد رو وقتی که شما میخوای پیدا بکنی، یه خط کسری میذاری، یه خط کسری میذاری. خب میگه عدد بزرگه رو منهای عدد کوچیکه میکنی، تقسیم بر عددی که ثابت اضافه میشه میکنی. اینم یادت نره، معمولا یادتون میره، یه مثبت یک، یعنی حاصل این کسر هرچی شد یه دونه یکم بهش اضافه میکنی. خب اینو بعضی وقتا حتی معلم‌ها هم یادشون میره این مثبت یک اونجا بذارن، حواستون باشه. عدد بزرگ منهای عدد کوچیک، تقسیم بر عددی که ثابت اضافه میشود به علاوه یک. خب بچه‌ها حاصل این یه عددی میشه. خب تعداد رو پیدا کردیم. برای اینکه میانگین هم ما پیدا بکنیم نیاز به یه رابطه ای داریم. بچه ها میانگین یعنی جمع تقسیم بر 2 دیگه، جمع تقسیم بر 2. خب مثلا شما میخوای میانگین دو تا نمره مدرسه تو پیدا بکنی، میگی جمعشون رو هم تقسیم بر 2 کنم. حالا الان ما میخوایم اینجا میانگین پیدا بکنیم، میگی آقا جمع عدد بزرگه به علاوه عدد کوچیکه تقسیم بر 2. عدد بزرگه با عدد کوچیکه دو تا عدد دیگه، به خاطر اینکه دو تا عدد میانگین دو تا عدد رو میخوایم بگیریم، تقسیم بر 2 هم میزنیم.
حاصلی که در حقیقت این کسر به من میده میشه میانگین. اینم یه عدد به هم میده. مثلا اینو بگیریم عدد اولی، اینو بگیریم عدد دومی. برای اینکه مجموع رو شما پیدا بکنید باید عدد اولی رو، بچه ها عدد اولی رو ضرب در عدد چی بکنید؟ ضرب در عدد دومی بکنید، مجموع رو بهت میده. به این روش من میگم روش حل از آخر. روش حل از آخر یعنی چی؟ نگاه بکن به این استدلالی که الان بهت میگم. قرار ما مجموع رو پیدا بکنیم، فرمول سوم، مجموع برابر است با تعداد ضرب در میانگین. حالا برای اینکه ما مجموع رو پیدا کنیم به تعداد نیاز داریم، به میانگین هم نیاز داریم. خب اول میریم تعداد رو پیدا میکنیم. تعداد فرمولش بزرگه منای کوچیکه تقسیم بر عددی که ثابت اضافه میشه به علاوه یک که یادم نمیره. خب این یه عدد به من میده. خب و برای اینکه میانگین رو پیدا کنیم عدد کوچیکه رو با بزرگه جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم، اینم به من یه عدد میده. خب پس الان من تعداد رو دارم، میانگین رو دارم، این دوتا رو تو هم ضرب میکنم میشه مجموع. چرا بهش میگم حل از آخر؟ به خاطر اینکه این فرمول سومه. من تو ذهنم میگم برای اینکه مجموع پیدا بشه این باید تو این ضرب بشه. خب حالا از آخر باید برگردم بالا، به خاطر این میگم حل از آخر. تعداد رو پیدا میکنم طبق این چیزی که بهتون گفتم، میانگین رو هم پیدا میکنم، بعد این دوتا رو تو هم دیگه ضرب میکنی مجموع رو بهت میده. خب بریم با هم دیگه ببینیم چجوریه. همون جمع 1 تا 200 بود که قرار بود ما با هم جمع بزنیم، مگه قرار نیم ما مجموع اینا رو پیدا بکنیم؟ خب این رابطه تهش به من مجموع رو میده دیگه. خب حل از آخر میگفتش مجموع به تعداد و میانگین نیاز داره، درسته؟ خب حالا ما باید تعداد رو پیدا بکنیم بچه ها. اینا رو من به صورت فینگلیش تو فرمول نویسیشون براتون نوشتم دیگه، میدونید دیگه، همه تون دیگه انگلیسیاتون خوبه. این همون تعداد رو نشون به صورت تعداده، به صورت انگلیسی نوشتم براتون. خب دقت بکن ببین چی داره میگه. تعداد رو میخواستی پیدا بکنی، تعداد رو میخواستی پیدا کنی، عدد بزرگه منای عدد کوچیکه تقسیم بر عددی که ثابت اضافه میشه به علاوه یک. پس عدد بزرگه رو منای عدد کوچیکه من بکنم. دقت بکن، عدد بزرگه 200ه، عدد بزرگه 200 میذارم اینجا، عدد کوچیکه 1 میذارم اینجا، 200 رو منای 1 میکنم. بچا عددی که ثابت اضافه میشه نگاه بکن، این مثبت 1 به در حقیقت این 1 یه دونه اضافه شده 2، این 2 یه دونه بهش اضافه شده 3. خب دونه دونه یه دونه یه دونه داره اضافه میشه، این 1 عددیه که ثابت اضافه میشه. خب این یکم هم همونیه که گفتم تهش باید بذاری یادت نره. دقت بکنید اینجا رو بچه ها، 200 منهای 1 میشه 199، 199 تقسیم بر 1 میشه 199، یه دونه بهش اضافه کنی میشه 200. پس تعداد ما برابر عدد 200 در اومد. حالا ممکنه پیش خودت بیا بگی استاد خب معلوم بود که از 1 تا 200 200 تا عدده، چه کاری بود برای تعداد اصلا ما این فرمول رو معرفی کنیم؟ بله تو این مثال اینجوریه، راحت میتونی پیدا کنی، اما همیشه تعداد رو به این راحتی شما نمیتونی پیدا بکنی. خب دقت بکن، پس تعداد عدد 200 رو به ما نشون میده از این چیزی که گفتم به بعدی. در حقیقت چیزی که ما نیاز داریم میانگین هست. میانگین میگه عدد بزرگه با عدد کوچیکه جمع بشه تقسیم بر 2 بشه. خب شما میای عدد بزرگه رو 200 جمعش میکنی با عدد کوچیکه که 1 هست میذاریم اینجا، یه تقسیم بر 2 میزنی، این میانگین رو بهت میده. چی رو بهت میده؟ میانگین رو بهت میده. خب 200 با یک جمع بشه میشه 201، تقسیم بر 2 اگه بشه میشه 100.5 یا 100.5. خب حالا ببین حاصل این یه عدد شد، حاصل این میانگینه هم یه عدد شد. خب قرار بود برای اینکه ما مجموع رو پیدا بکنیم، قرار بود برای اینکه ما مجموع رو پیدا بکنیم تعداد رو ضرب در میانگین بکنیم. تعداد 200 میذاری اینجا، میانگین 100.5، این دوتا رو تو هم دیگه اگه ضرب بکنی بهت عدد 20100 رو چیکار میکنه؟ تحویل میده. عدد 20100 رو بهت تحویل میده. من چجوری سریع فهمیدم این 20100 میشه؟ دقت بکن، اول نیمه اینو اگه در نظر نگیری، ببین این نیمه رو در نظر نگیری، شما 200 رو توی 100 اگه ضرب بکنی بهت چند رو میده بچه ها؟ بهت 20000 رو میده دیگه، درسته؟ خب حالا 200 رو تو 100 ضرب کردی، 200 رو ضرب در نیم هم باید بکنی دیگه. تو ذهنت میگی 200 ضرب در نیم، نیم همون 1/2 دیگه، 200 ضرب در 1/2، این به 2 تقسیم بشه یه مرتبه، این به 2 میشه چی؟ میشه 100.
خب 20000 تا داشتم، حالا 100 تا هم بهش اگه اضافه بشه میشه 20100. اینو ذهنی میشه حساب کرد، نه ترسی از مدل ضرب کردن اینا. 20 تا 100 ضرب میکنی میشه 20000. عذرخواهی میکنم، 200 تا 100 ضرب میکنی میشه 20000. 200 توی نیم هم اگه ضرب کنی، 200 ضرب در 1/2 میشه 100. این دوتا رو با هم جمع بکنی میشه 20100. این 20100 که اینجا ما برای مجموع به دست آوردیم، نگاه بکن، همین 20100 هستش که اینجا به دست آوردیم. میبینی؟ خب این هم بچه ها، این رابطه ای که اینجا هست به همین فرمی که بهتون گفتم اینو یاد بگیرید. خب اگر هم میخوای بدونی که این از کجا اومده، توی پایه دهمتون بچه ها، توی پایه دهم بچه های رشته ریاضی و تجربی یه بحثی دارن به اسم بحث دنباله ها، دنباله حسابی. خب دنبال حسابی یه جمله عمومی داره، میگه آن مساویه اینا به درد درست نمیخوره ها، میخوام ببینی از کجا اومده. همینجوری دارم بهت میگم آیک به علاوه انمن های یک ضرب در چی؟ ضرب در دی هستش. خب به این میگیم جمله عمومی دنباله ها. دنباله ها همون عددهایی که اینجوری پشت هم ردیف میشد اون بالا میدیدیم. خب نگاه بکن، اینجا رو نگاه بکن، یا چیکار میکنی؟ آن رو اینجا نگه میداری، آیک میاد این ور میشه منهای آیک مساویه ان منهای یک ضرب در چی؟ ضرب در دی. خب ما هدفمون اینه که این ان تنها بشه. ان چیه؟ ان همون تعداد رو نشون میده، همین تعدادی که ما اینجا داشتیم. خب ان همون تعداد رو نشون میده، ما باید این ان رو یه کاری کنیم تنها بشه. خب من میام این طرف اینو تقسیم بر یه دی میکنم، این طرف اینا تقسیم برای یه دی میکنم، کاری ندارم اصلا دی چیه. این با این میره. خب آن منهای یک تقسیم بر دی، بچه ها ادامه شو اینجا براتون مینویسم، دقت بکن، آن منهای آیک تقسیم بر دی میشه مساویه ان منهای یک. مگه قرار نیم ما انو تنها بکنیم؟ نگاه بکن این منهای یکی که اینجا داری میاد این طرف، ان چی میشه بچه ها؟ ان تنها میشه. خب الان اگه نگاه بکنی ان سمت راست تنهاست، خب میشه آن منهای آیک تقسیم بر دی، این منهای یک بیاد این ور میشه مثبت یک. حالا اینجا رو نگاه کن، مقایسه کن با این فرمولی که اینجا داشتیم، این همون عدد بزرگه است. میبینی منهای عدد کوچیکه، این دیه عددیه که ثابت اضافه میشه، این مثبت یکه بود، میگفتم یادت نره، اثبات کردم برات این مثبت یکه دلیل حضورش برای چیه، برمیگرده به پایه دهم. شما لازم نداری، شما همین چیزی که اینجا برات نوشتم و در حقیقت انجامش میدی، جواب میگیری. خب دلیل اینکه این مثبت یک اینجا چیه میگم یادت نره، همین چیزیه که اینجا اثبات کردم. ببین جمله عدد بزرگه، منهای عدد کوچیکه، این دیه عددیه که ثابت اضافه میشه، این مثبت یک همونی بود که این از این طرف آوردیم این طرف شد مثبت، اینه دلیلش. خب یا پایین، بیا پایین. اینجا هم اگه نگاه بکنی، مثلا شما بخوای چیکار بکنی، میانگین رو حساب بکنی، اینجا هم اگه شما بخوای میانگین رو حساب بکنید، یه سری عدد اگه ما داشته باشیم دنبال هم دیگه ردیف بشه، دقت بکن، مثلا اینجا داشته باشیم آیک، مثلا داشته باشیم آدو، همینجوری ادامه داشته باشه تا چی بچه ها؟ تا آن. خب این میشه عدد کوچیکه، مثلا اینجا ما داریم، این میشه عدد بزرگه، این میشه عدد کوچیکه، این میشه چی؟ این میشه عدد بزرگه، که شما باید این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنی، آیک به علاوه آن تقسیم بر چی؟ تقسیم بر دو. این میانگینه از همینجا اومده که مربوط میشه به دنباله های حسابی، عدد بزرگه به علاوه عدد کوچیکه تقسیم بر دو. ببین بزرگه و کوچیکه با هم جمع میشه، تقسیم بر چی میشه؟ تقسیم بر دو میشه. خب حالا اگه شما بخوای اینجا چیکار بکنی، مجموع رو حساب بکنی، حالا اگه بخوای اینجا مجموع رو حساب بکنی، بالا بهتون گفتم تعداد برابر چیه بچه ها؟ تعداد برابر انه، درسته؟ تعداد برابر انه، این ضرب میشه توی چی بچه ها؟ این ضرب میشه توی یه دونه میانگین. میانگینمون اینجا چی بود؟ آیک به علاوه آن تقسیم بر دو. خب این رابطه ای هستش که بهش میگن رابطه مجموع جملات در دنباله حسابی، مال دهمه. با اینم کاری نداریم.
که اینو مثلا ما با SN نمایشش میدیم. دلیل این که اینو اینجا اومده برمیگرده به اونجا. خب پس ما چیزایی که این چیزایی که بهت گفتم برای اینکه ببینی اینا از کجا اومده، کاری که شما باید بکنی همین چیزایی که بهت گفتم. ببین با اینا ما کاری نداریم، با اینا کاری شما ندارید. ایشالله پایه دهم که اومدین مفصل در مورد اینا با همدیگه صحبت میکنیم، خیلی به صورت چی؟ به صورت پیشرفته. پس با اینایی که کاری نداریم فقط میخواستم بهت بگم که اینا وقتی که میاد یه دلیلی هم داره که شما با اینا اصلا با این مطالب کاری نداری. اینا رو من پاک کنم. خب پس شما کاری که میخوای بکنی میگی مجموع میشه تعداد ضرب در میانگین، تعداد میشه عدد بزرگ منهای عدد کوچیک تقسیم بر عددی که ثابت اضافه میشه به علاوه یک، میانگین میشه عدد بزرگ جمع میشه با عدد کوچیک تقسیم بر دو. خب و مجموع رو که میخوای حساب بکنی حاصل این دوتا که عدد شد تو هم ضرب بکنی بعد مجموع رو چیکار میکنه بچه ها؟ تحویل میده. خب من فکر میکنم که زمانمون هم بچه ها تقریبا تموم هستش. فقط من یه سری چیزی هم براتون بگم این فرموله دقیقا همین روش فرمولیه بود که اینجا براتون گفتم. یه روش فرمولی هم برای جمع اعداد طبیعی براتون بگم، روش سوم. این از همش آسون‌تر از اونایی که اون بالا بود. نگاه بکن، فرمول مجموع جملات از یک تا این به صورت زیر محاسبه میشه. میگه اگه شما مثلا یک جمع شده بود با دو، جمع شده بود با سه، این رفته بود تا کجا؟ رفته بود تا 200. اینو ما می‌خوایم با هم دیگه چیکار بکنیم؟ جمع بکنیم. من بهت میگم اگه یه همچین چیزی شما داشتی، 2 3 4، این جمع شده بود با حالا یه چیزی مثل n، میتونه هر چی باشه، مثلا این n اینجا 200. خب حاصل اینا که میخوای حساب بکنی یه خط کسری میذاری، هر عددی که اینجا بود میذاری، ضرب در یه دونه هم به اون عدده که اینجا بود اضافه میکنی، تقسیم بر دو میکنی تحت چنین شرایطی. پس رابطش به این صورته. خب الان به ما سوال اینو داده، میگه میخوایم مجموع رو حساب کنیم. خب این عدده که این عدد آخره، عدد چیه؟ عدد 200. قرار شد که ما عدد 200 رو بذاریم، به 200 یه واحد اضافه کنیم میشه 201، میذاریمش اینجا. حالا نگاه کن، این 2 به 2 تقسیم بشه یه مرتبه، این 200 به 2 تقسیم بشه میشه 100 مرتبه. خب 201 ضرب در 100 میشه 20100. 201 ضرب در 100 میشه 20100. این همون چی رو به ما نشون میده بچه ها؟ این همون مجموع رو به ما نشون میده. این همون مجموع رو به ما چیکار میکنه؟ نشون میده. اینم از این. بچه ها خسته نباشید، امیدوارم که از این جلسه هم در حقیقت استفاده کرده باشی. جلسه صفرمون بود، حالا کارهایی که قرار بود انجام بدیم و حالا بهتون گفتم و حالا یه نمونه از روش تدریسی که حالا قراره تو طول سال داشته باشیم برای پایه هشتم در حقیقت بهتون گفتم که به چه صورتی هستش. انشالله از جلسه آینده که جلسه اول ما هست پرقدرت دیگه شروع میکنیم، طبق همین روالی که توی این نیم ساعتی که الان براتون توضیح دادم، به صورت تستی و به صورت میونبر کامل مطالب رو در اختیارتون میذاریم. یه جوری هم نباشه که بچه ها بیفتید توی آفلاین دیدن. اگه قراره کلاس بیاین تنبلی نکنید، کلاستون رو بیاید به صورت آنلاین. ببین من الان هستم، کلاس الان زنده است، کلاس تازه است. خب اما وقتی که میذاری بر آفلاین یعنی کلاست بیات شده میشه دیگه، بعد بری سراغ چی؟ بعد بری سراغ بیات شده شون رو نگاه کنی و آفلاین ها همینجوری رو هم ممکنه انبار بشه و شما نرسی اینا رو نگاه کنی. به خاطر همین سعی کنید کلاس ها رو به صورت آنلاین بیان شرکت کنید. اگر دوستاتونم فکر میکنید که در حقیقت این کلاس ها رو حالا یا ثبت نام کردن یا ازش اطلاعی ندارن که از تابستون داره شروع میشه، بهشون اطلاع بدین که دیگه از چند جلسه ای که قراره تو تابستون برگزار بشه بچه ها عقب نمونن. خسته نباشید و خدا نگهدارتون.